سلام، یه دستگاه درست کردیم، دستگاهی که بتونیم یک گلخونه رو مدیریت کنیم. خب این دستگاه از یک سنسور DH21 استفاده میکنه که هم رطوبت سنج داخلش هست، هم دما سنج داخلش هست. از 3 تا سیمم برای راه اندازیش استفاده شده. ولتاژ کاریش هم 3.3 تا 5 ولته. و اینکه سیم قرمز مثبت، سیم زرد برای دیتا، سیم سیاه واسه منفی زمینش هستش. سنسور خوبیه، سنسور دقت خوبی هم داره. جا واسه پیچ کردن سنسور هم شما دارید که میتونید اونو به جایی که دلتون میخواد پیچ کنین. از دیگه ویژگی های مهم اینه میتونم بگیم که سنسوری که میتونه تا 2 متر سیم کشی واسش انجام بدین، یعنی طبق گفته خودشون تا 2 متر به راحتی کار میکنه و مسئله توی سیم کشی توی این زمینه ندارید. یه LCD 16:2 بکلایت سبز، کیپد 4:4، سنسور رطوبت سنج خاک از نوع خازنی با دقت خوب. و اینکه ولتاژ کاری دستگاه هم 12 ولته. میخوایم راه اندازیش کنیم. 4 تا رله داره. رله اول که این قسمت هستش برای فن، رله بعدی این قسمت مربوط میشه به یه دقیقه صبر کنین الان بهتون میگم. واتر یا همون سیستم آبرسانیمون. رله بعدی هیتره. این هیتر تحریک پذیریش نسبت به دمای رله بعدی دیگه هم هیتره، اما تحریک پذیریش نسبت به رطوبت هواه. پس یکی رله داریم نسبت به دمای هوا تحریک میشه، رله بعدی نسبت به رطوبت هوا تحریک میشه. خب من از یک منبع تغذیه 12 ولت واسه این کار استفاده کردم. شما میتونید از یک آداپتور 12 ولت واسه این کار استفاده کنید که 800 تا 1 آمپر جریان دهی داشته باشه، کارتون رو راه میندازه. خب سیم مثبت و منفی، قرمز مثبت بس میکنم، منفی. اگر دیدی LED روشن شد، به خاطر اینکه از قبل من یه مقادیری رو دادم نسبت به اون داره عمل میکنه. خب تا اینجا دستگاه روشن شد، LCDش هم روشن شد. اگه ببینین به صورت آبشاری رطوبت هوا، دمای هوا و رطوبت خاک رو به ما نشون میده. خب میخوایم بریم شما رو با کار کردن دستگاه آشنا کنم. کیپد رو بر میدارم واسه اینکه برم داخل منوش. منوش به این صورته که اگه منوی سایت ها رو دیده باشین، هر منو داره شاخه‌ای میباشه که این هم همین جوریه. اگه من ستاره رو بزنم روی کیپد وارد منو میشم، با این عبارت مواجه میشم. با دکمه A و B میتونم روی منوها بالا و پایین برم. بیرو میزنم میام پایین. خب برای اینکه وارد زیر شاخش بشم، این قسمت مربوط میشه به رطوبت هوا که مینیمم و ماکسیمم اون رو میتونیم تعیین کنیم. حالا بهتون میگم این مینیمم و ماکسیمم چه به دردمون میخوره. این مینیمم و ماکسیمم رو وارد میکنیم. منم اینجا مینویسم که بهتون توضیح بدم رله ها چطور داره نسبت به اون عمل میکنه. مقادیری هم که وارد میکنم روی ایتوبیرام میکرو ذخیره میشه و با قطع برق این مقادیر از بین نمیره. خب من اگه سیره بزنم میبینین
وارد مکسیمومش میشم، مثلا مکسیموم مقدارش میشم. حالا میخوام مقدار رو تغییر بدم از قبل. برای اینکه بخوام تغییرش بدم با دوباره دکمه ستاره رو بزنم که عبارت ادیت روی LCD بهم نمایش داده بشه. حالا میتونم دونه دونه رقم ها رو تغییر بدم یا کل مقدار رو پاک کنم و یک مقدار جدید وارد کنم. دکمه C مقادیر رو تک تک پاک میکنه و دکمه D کلن. من دیره میزنم کل مقدار پاک میشه. مقدار ماکسیمومی که من واسه رطوبت هوا در نظر میگیرم 60، برای ممیز از مربع استفاده میکنم 60 ممیز 9 دهمه. اگر دوباره ستاره رو بزنم عبارت سیو به من نمایش داده میشه و مقدار من سیو میشه. خب برای رطوبت هوا ماکسیموم مقداری که دادیم 60.9% بود. حالا من دکمه سی رو دوباره میزنم، میرم قسمت مینیموم، دوباره ستاره رو میزنم ادیت بیاد، دی رو میزنم مقدار پاک شه و مینیموم من در نظر میگیرم 34%. ستاره رو میزنم سیو میشه مقدار. خب دکمه دی رو میزنم، برمیگردم عقب. حالا وارد بخش دیگه ای میخوام بشم. بی رو میزنم، میرم توی قسمت رطوبت خاک. سی رو میزنم، وارد زیر شاخش میشم. برای اینکه ماکسیمومش رو تغییر بدم ستاره رو میزنم، ادیت میاد، پاک میکنم. حالا این بار سیری میزنم، دونه دونش هم ببینید مقداری که وارد میکنم واسه رطوبت خاک 88.9%. ستاره رو میزنم سیو میکنم، دوباره سیری میزنم مینیمومش هم تعیین میکنم همون 10%. بذار بمونه، حالا تغییرش نمیدم. پس دقت کرده باشین، من رطوبت خاک ماکسیمومش رو قرار دادم 88.9%، مینیمومش هم همون 10%. خب من دیره میزنم، کم کم وارد منوی اصلی میشم، دوباره بی رو میزنم، وارد قسمت دمای هوا میشم، وارد زیر شاخش میشم با دکمه سی. ماکسیموم میخوام تغییر بدم، ستاره رو میزنم ادیت بیاد، پاک میکنم مقدار رو. برای دمای هوا من ماکسیموم رو 30 درجه سانتیگراد و مینیموم رو 10 درجه سانتیگراد در نظر میگیرم. خب من وارد میکنم 30 درجه سانتیگراد، ستاره رو میزنم سیف شه، دوباره سی رو میزنم، مینیموم رو تغییر میدم، دوباره ستاره رو میزنم ادیت بیاد، پاک میکنم مقدار رو و 10 درجه سانتیگراد رو وارد میکنم و ستاره رو میزنم که سیف شه این مسئله. خب دوباره دیر میزنم، برگردم عقب. چند بار که دیر رو بزنین به قسمت منو روت میشین. هر موقع به اینجا رسیدین میتونین از منو خارج بشین با زدن دکمه ستاره. دوباره مقادیر به صورت کاملا آبشاری به ما نمایش داده میشن. خب حالا بهتون میخوام بگم چرا الان وضعیت رله ها به این فرمه. یعنی رله فن من خاموشه، واتر روشنه، هیتر نسبت به دما خاموشه، هیتر نسبت به رطوبتم خاموش. خب فن من چه زمانی روشن میشه؟ فن من زمانی روشن میشه که دمای من
بزرگتر از مقدار ماکسیموم باشه که توی تنظیمات وارد کردم. مقدار ماکسیموم دمای من چقدره؟ 30 درجه. دما چقدره؟ 25 درجه. پس روشن نمیشه چون بزرگتر از مقداری که من وارد کردم نیست. واسه همین رله مربوط به فن خاموشه. رله فن خاموشه. حالا چرا رله واتر روشنه؟ گفتم اگه دما چی بباشید؟ اگه رطوبتی که سنسور خازنی من میسنجه کوچکتر از مقدار مینیموم باشه که من وارد کردم، رله باید روشن شه. خب من مقدار مینیموم رو چند وارد کرده بودم؟ 10%. الان مقدار رطوبتی که داره میبینه چیه؟ اینجا شماله بچه ها. و اینکه اگر میبینین 1-2% رطوبت میزنه به خاطر رطوبت زیادی که تو هوا هستش. وگرنه الان سنسور بیرونه، میبینین که هیچی هم بهش بسته. شاید محیط های خشک بهتر جواب میده بهتون، 0% رو خواهید گرفت. و اینکه 0%ه، خب 0 کوچکتر از مقدار مینیمومیه که من بهش دادم، پس رله واتر من روشن میشه. اما میرسم به هیتر من، هیتری که نسبت به دما چیز میکنه. اگر دمای من کوچکتر از مقدار مینیموم باشه که توی دمای هوا وارد کردم باشه، رله باید روشن بشه. خب الان دمای من چقدره؟ 25 درجه. مینیموم این که وارد کردم چند درجه است؟ دما 10 درجه. خب دمای من 25 درجه است. مقدار مینیمومی هم که وارد کردم 10 درجه است. پس رله خاموش میمونه. زمانی رله روشن میشه که دمای من از این 10 درجه کمتر باشه. خب حالا میرسیم به هیتری که نسبت به رطوبت هوا هیتر رو قطع وصل میکنه. هیتر هم باید به صورت موازی به این دوتا رله وصل بشه، این یادتون نره. خب زمانی که ببینید، زمانی رله روشن میشه که مقدار رطوبت من بزرگتر از مقدار ماکسیمومی باشه که من وارد کردم. مقدار ماکسیمومی که من وارد کردم مقدار ماکسیمومی که من وارد کردم خب مقدار دما اینا رو که گفتیم، الان دوباره رطوبت من دارم بهتون میگم. الان یه لحظه درگیر شدم که چه اتفاقی داره میفته، یکم خودم گیج شده بودم. اما اینی که رله زمانی روشن میشه که مقدار رطوبت هوای من بزرگتر از مقدار ماکسیمومی باشه که من تعیین کردم. خب مقدار ماکسیموم رطوبت هوا رو من چند درصد تعیین کردم؟ مگر غیر این بوده که من تعیین کردم 60.9%؟ خب روشن نمیشه. چرا؟ چون مقدار رطوبت من 50%. پس بزرگتر از 60.9% که مقدار ماکسیموم هم هستش نیست. پس رله روشن نمیشه. این حواستون باش.
زمانی هم رله خاموش میشه، همین هیتری که مربوط به رطوبته، که مقدار رطوبت کوچکتر بشه از مقدار مینیمومی که من واسهش تعیین کردم، اینه 34%. پس هیچ کدوم از این وضعیت‌ها رو نداره، رله عمل نمی‌کنه و خاموش. و همین صورت. و اینکه من یه لیوان آب آوردم، خب زمانی رطوبت خاک رلش روشن میشه، چی میگن؟ خاموش میشه این واتر، یه لیوان آب رو میبینین که به عبارتی مقدار رطوبت خاک از 88.9% بیشتر باشه. خب فعلا که میبینین الان نزدیک 2%. من اینو داخل آب میندازم، شما فقط میزان رطوبت خاک رو نگاه کنین و وضعیت ریله رو. 24% شد. زمانی که به 88.9% برسه باید رله خاموش بشه، و همچنین اگه در بیارم به پایین ترین میزان، یعنی کوچکتر از 10% برسه، باید دوباره روشن شه. این میزان عملیاتش معمولا هر 2 ثانیه یک بار انجام میشه، یعنی هر 2 ثانیه یک بار کل فرامین رو اجرا میکنه، خوندن از سنسور و چیزهای دیگه. ببینید به 92% که رسید رله خاموش کرد. خب الان اگه من اینو در بیارم و محیط خوش قرار بگیره، باید دوباره، یعنی زیر 10% برسه، باید سنسور عمل کنه. ببینید دوباره محیط خوش شد، یعنی به 2% رسید و دوباره رله روشن شد. کل سیستم به همین صورت عمل میکنه. هر رله هم LED خودشو داره که سفید رنگ و وضعیت رو بهتون نشون میده. این از تنظیماتش که بهتون گفتم. نکته دیگه ای هم که هست اینه که خب بهتون بگم که میتونین میکرو کنترل رو از طریق سریال و ISP که هر دوتا رو من پین هدراش قرار دادم پروگرام کنید، بوتلودر آردوینو روش نصب، و اینکه ATmega32 استفاده کردم واسه این پروژه کفایت میکنه، با بوتلودر آردوینو که روش هست کفایت میکنه این قضیه. یک نکته که میخواستم بهتون بگم، روی گفتم که روی میکرو بوتلودر آردوینو نصبه. شما میتونید هم از طریق سریال، یک معادل USB سریال، از طریق این 4 تا پین هدر بورد رو پروگرام کنید، یا نه اگر بوتلودر آردوینو نصب نکردین میتونید از طریق فایل هکس و از طریق این 6 پینی که تعبیه شده میکرو رو پروگرام کنید. حتی نیازی نیست میکرو کنترل از جاش در بیارید. من از این مبادل USB به سریال استفاده کردم واسه پروگرام کردن این بورد. شما میتونید تهیه کنید، یعنی مبادل سطح منطقی 5x3 هم داره و 4 تا پین GND, RX, TX و DTR که مربوط به ریسیت کردن بورد هنگام پروگرام کردن میشه به صورت اتوماتیک. همه این چیزا لحاظ شده. پتانسیومتر کنترل کنتراست LCD هم قرار داده شده. موفق و مایت باشید.